5 جون فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان باز هم دور تازه ای از سفرهایش را آغاز کرد. نخست بعد دوحه رفته، بعد به اسلام آباد و پس از آن به کابل می آید. وزارت خارجه آمریکا گفته زلمه خلیلزاد می کوشد توافق طرفهای افغان را روی گامهای عملی بعدی و ضروری روند سال به دست آورد تا مذاکرات میان افغانها آغاز شود. انتظار ما و انتظار مردم افغانستان از جامعه جهانی شرکای بین المللی ما است که طالبا وادار به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شود تا ما یک راه حل بنیادی و اساسی برای برقراری صلح جستجو کنیم. زلمه خلیلزاد در این دور سفرش همچنان تطبیق تمام تعهدات توافقنامه آمریکا و طالبان و نیز اعلامیه مشترک آمریکا و افغانستان را به ویژه در بخش کاهش خشونت ها و آزادی زندانیان به بررسی میگیرد. خلیلزاد کوشش کوي چې د طالبانو دا وخت 15000 نه تقریبا 2500 بندیان خوشی شوی دي. طالبان دې ترازی کړی چې مذاکرات پیل کی او پاتې بندیان بعد مذاکراتو په درشل کې په افتدا کې پریښودل شي، خو طالبان دا خبره نه مني. پس از آتش بس رسمی و غیر رسمی درید و چند روز بعد آن خشونت ها دوباره بالا گرفته است. طالبان و نیروهای دولتی دوباره به جنگ پرداختند. ایالات متحده آمریکا یکی از همکاران عمده ای روند است که روی چگونگی و تسهیل آن تاثیرگذار می باشد. طالبان خواهان تطبیق بر وقت مواد توافقنامه ایشان به آمریکا هستند و هیچ نوع تعدیل و تغییر در مورد زمان قوای بیرونی از افغانستان نخواهد بود. هرچند دولت افغانستان پس از آزادی بیش از 2700 طالب روند آزادسازی زندانیان را تا اکنون ادامه نداده، اما تازه طالبان از آزادی 38 نیروی دولتی خبر دادند.